سلام دوستان، به کانال خانه سلامت در یوتیوب خوش اومدید. خوشحال میشم ما رو سابسکرایب کنید و برای اطلاع از ویدیوهای ما در آینده زنگوله کنار سابسکرایب رو بزنید. آنچه پشت بوی بد و عرق بدن شما پنهان است. گاهی متوجه میشویم که بوی بدن ما تغییر کرده و دیگر مثل سابق نیست. مطمئناً دلایل جالبی پشت این بوهای بد و عجیب و غریب بدن ما هستند. به طور معمول بدن انسان هیچ بویی تولید نمی کند و عرق به خاطر عمل باکتری ها، افزایش فعالیت غدد تعریق و گاهی اوقات به خاطر بیماری ها ظاهر می شود. بوی عرق نه تنها به این معنی است که زمان آن رسیده که فرد دوش بگیرد یا یک دئودورانت جدید بخرد، بلکه گاهی اوقات به سبک زندگی نادرست و تجربه های غیر ضروری اشاره می کند. عرق چسبناک با بوی تند کف دست. استرس باعث می شود که بدن شما به روش کاملا متفاوتی با ورزش یا تب عرق کند. در پوست انسان دو نوع غدد تعریق وجود دارد. اکرین، آنها بدن را خنک می کنند، از گرم شدن جلوگیری می کند و به سختی بو می دهد و آپوکرین که به موقعیت های استرس ها واکنش نشان می دهد. عرقی که از غدد آپوکرین ترشح می شود به دلیل محتوای بالای پروتئین ها و لیپیدها بوی قوی و ثبات شدیدی دارد. اگر کف دست و زیر بغلتان قبل از مصاحبه یا امتحان مهمی عرق کند کاملا طبیعی است. بنابراین سیستم عصبیتان همانطور که باید به درستی عمل می کند. با این حال اگر به خاطر هیچ دلیل مشخصی در حال عرق کردن هستید، چک کردن سطح هورمون های تیروئید منطقی به نظر می رسد. زیرا به خاطر نقص عملکرد تیروئید سیستم عصبی سیگنال های کاذب می فرستند و عرق کردن آغاز می شود. گاهی بوی بدن انقدر قوی است که زندگی را تلخ می کند. به عنوان مثال ترتی ایلیامین یک بوی قوی ماهی مانند را ایجاد می کند که به راحتی از بین نمی رود. سندروم بوی ماهی در افراد مبتلا به جهش ژنتیکی نادر رخ می دهد. در افراد سالم پروتئین ها توسط روده ها شکسته و از بین می روند و در بیماران ترتی ایلیامین برخی محصولات فرآوری شده در بدن باقی می مانند و تجمع می کنند و باعث ایجاد بوی بد ماهی می شوند. پزشکان هنوز نمی‌دانند که چگونه این بیماری را به طور کامل درمان کنند. بنابراین توصیه می‌کنند که بیماران مبتلا به سندرم بوی ماهی از رژیم غذایی سفت و سختی پیروی کنند. با این حال یک بیماری دیگر هم وجود دارد که باعث بدن با بوی ماهی می‌شود که باکتری واژینوز نام دارد که به دلیل نقص میکروب فلور واژن زنان از بوی خاصی شکایت می‌کنند که این وضعیت همچنین مستلزم مشورت با پزشک است. بوی بدنی که انگار شما تمام روز کار فیزیکی انجام میدادید، حتی اگر اینطور نیست. گاهی سه بار در روز دوش گرفتن هم این بوی تند را از بین نمیبرد. پزشکان این وضعیت را برومیدروز یا همان عرق توهین‌آمیز مینامند. این به خاطر تجزیه ترشح غدد تعریق توسط باکتری‌ها و قارچ‌ها ناشی میشود و ممکن است زندگی اجتماعی فرد را پیچیده و سخت کند. این ویژگی بدنی فردی است و هیچ درمان ویژه‌ای در این باره وجود ندارد. متخصصین تنها استفاده از صابون ضد باکتری، کرم ضد عفونی کننده و تنظیم رژیم غذایی را توصیه می‌کنند. محصولاتی چون پیاز، سیر و ماشعیر بوهای نامطوع بدن را افزایش می‌دهند. بوی گربه با وجود رعایت بهداشت، با کمک آمونیاک بدن ما از نیتروژن اضافی در خون‌ها رها می‌شود و می‌تواند با تنفس عرق و ادرار را دفع کند. اگر به دلایل نیتروژن اضافی در بدن شکل بگیرد، بدن بوی گربه خواهد گرفت. اگر بدن بوی آمونیاک بدهد، به این معنی است که بدن شما فاقد رطوبت و پروتئین اضافی می باشد و این تأثیر ممکن است در برابر پیش زمینه تمرینات افزایش یافته و رژیم غذایی رخ دهد. دلایل جالب بوی بد بدن، برخی از مکمل‌های ورزشی دارای اثر جانبی آمونیاک می باشند. با این حال بوی آمونیاک می تواند در برابر بیماری های التهابی کلیه نیز رخ دهد. وقتی کلیه ها به صورت کامل کار نمی کنند، نمی توانند تمام سموم را فیلتر کنند و این مواد با عرق حذف می شوند. اگر چنین روندی زیاد طول کشید، حتما با متخصص مشورت کنید. مرسی از اینکه تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. لطفا نظرات و کامنتاتون رو با ما به اشتراک بذارید. تا ویدیوهای بعدی شب و روزتون خوش.